به نام خدا و با عرض درود و سلام خدمت شما عزیزان و همراهان گرامی کانال سرخط. خیلی ممنون و متشکرم که با ما همراه هستین و با نظرها و پیشنهادها و انتقاداتون ما را همراهی میکنین. بعضی از این سلطنت طلبا جورکس محمد رضا پهلوی و پسرش و فرح صحبت میکنن که هر کی ندونه فکر میکنه از گاندی و نلسون ماندلا حرف میزنن. از همین ابتدا بگم که تو این برنامه قرار حسابی گرد و خاک بپا کنیم. یه نمونه از این تفکر رو ببینید که در واکنش به سخنرانی طنز رو به پهلوی نوشته: من جمهوری خواه هستم، کاملا حامی رضا پهلوی هستم، چون همیشه به تفکر من احترام گذاشته و مورد اعتمادترین فردی است که میشناسم. خب دوستان، بیاین یکم به این موضوع بپردازیم که رضا پهلوی و خانواده‌اش چقدر مورد اعتماد هستن. در مورد روبه پهلوی که خب زیاد تو سرخط صحبت کردیم و بارها هم از سوتی‌های دنیا سوزونش براتون گفتیم، آخرین و بروزترین نمونش هم همین سخنرانی آخرش بود. حتما یادتونه دیگه که روبه پهلوی در یک سخنرانی زنده ویدیویی گفته بود این رژیم رفتنی است. اتحاد جماهیر شوروی با هزاران کلاهک هسته‌ای سقوط کرد. با اعتماد به نفس کاذبم از نیروهای انتظامی و بسیج و سپاه هم درخواست کرده بود که به مردم بپیوندند و افسوده بود که روی اسب بازنده شرط نبندید. فکر نکنید که با مأمور بودم و معذور می توانید از عدالت فرار کنید. و رسانه‌های لندنی و سقوطی و آمریکایی هم با گذاشتن عکسانی با ابهت پوشش داده بودم. منظورم این عکسای با ابهت است. تو رو خدا یه نگاه به این عکس بندازین شما، یعنی اعتماد و احترام به عقاید دیگران ازش میباره خدایی. بی خیال دوستان، در مورد ایشون که هیچ عددی هم نیست. اگه بخوایم صحبت کنیم کل تایم برنامه و ویدیو رو میگیره. یه راست میریم سراغ کله گنده شون، به اصطلاح خودشون شاهنشاه آریامه. خب لامصب، از بس موردای رضالت و خفت بار زیاد داره نمیدونم از کجا شروع کنم. به نظرم با این عکس شروع کنم خوبه. این عکس باشه واسه اون عده‌ای که با گذاشتن عکس سفیر روسیه که احترام دیپلماتیک و متقابل رو نشونه ذلت و خاری میدونستن. باید عرض کنم خدمتتون، شما که دست دادن مقامات ایرانی با سفارت روسیه رو ذلت میدونین، حتما دستبوسی عجوزه های غربی توسط محمد رضا پهلوی رو نشانه عزت و اقتدار ملی میدونین، درسته؟ حالا بریم سراغ این موضوع. دوستان میدونستین محمد رضا پهلوی 17 اردیبهشت 1329 یعنی دقیقاً 6 سال بعد از مرگ رضا خان، تأکید میکنم 6 سال بعد مرگ پدرش، با کلی التماس به اربابانش تازه تونست اجازه برگردوندن جسد رضا خان به ایران رو بگیره. یعنی شاه مقتدر پهلوی سالها حتی اجازه و جرأت نداشت جنازه پدرش رو برگردونه. بعد شما بشین که این آقا براتون عزت و اقتدار و احترام بیاره. اصلا چرا جای دور بریم؟ همین چند وقت پیش یادتونه تو اوج بحران اروپا با وقاحت تمام گفته بود منو تو ایران بذارین سر قدرت، من تمام نفت و انرژی اروپا رو تأمین میکنن. بابا چقدر پاچه خار و حقیر. آخه بذارید یه نمونه دیگه شم براتون بگم. رضا پهلوی، کسی که خودش رو یک ایرانگرای واقعی میدونه، جشن پوریم رو به اسرائیلی ها تبریک گفت. و لازم به ذکره که جشن پوریم هر سال به مناسبت سالروز قتل عام 77,000 ایرانی توسط یهودیان برگزار میشه. جشن پوریم بر ملت اسرائیل و همه یهودیان جهان که برای شکرگزاری از منشور آزادی کوروش و برگرداندن یهودیان به سرزمینشان در ایام نوروزی برگزار می‌کنند، خجسته باد می‌گویم. جشن پوریم بر ملت اسرائیل و همه یهودیان جهان که برای شکرگزاری از منشور آزادی کوروش و برگرداندن یهودیان به سرزمینشان در ایام نوروزی برگزار می‌کنند، خجسته باد می‌گویم. دوستان این ویدیو رو هم در تکمیل صحبت هام و این موارد که یه عده برانداز خود فروخته میگن ایران در زمان شاه داشت ژاپن میشد و ببینین، بعد خودتون متوجه میشید که این جماعت خود تحقیر چقدر حقیر و ذلیل هستن. اینم ما نمیگیم، خودی هاشون میگن. ببینین بعضی ها میگویند که ما داشتیم ژاپن میشدیم، ما داشتیم چنین میشدیم. اینها هم از اباطیل به نظر بنده. و اغلب اشخاصی که ایران میگویند یا نادانند یا خودشون در اون موضع خوبی در وضعیت اقتصادی و سیاسی مملکت ما داشتند. با تمام اینا یه نکته جالبی که وجود داره اینه که هنوزم یه عده
که البته تعدادشون هم خیلی کمه، اما فعلا چنان به این خاندان دل بستن که من نمیدونم با چه منطقی. واقعا شما این توییتو ببینین، نوشته بعد میگوین شاهزاده رضا پهلوی چه هزینه گذاشت و چه کار کرده، از پدر بزرگش تا پدرش تا خواهر و برادرش و خودش و مادرش با تمام این بیمهری ها هیچ وقت به ما مردم و ایران پشت نکردن. الهی، بله کاملا حق با شماست که این خاندان به ایران پشت نکردن. چرا؟ فقط میخوام به همین یه مورد اشاره کنم و تمام. روزنامه فاینانشال تایمز با انتشار لیستی از بزرگترین دیکتاتورهای دزد دنیا، محمد رضا شاه رو با 35 میلیارد دلار دزدی از اموال مردم ایران در صدر این لیست قرار داد. تازه این عدد مال اون زمان هست، شما همینو ضرب و جمع بزن با تورم امروزی ببین این عدد به کجا میرسه. ماشین حساب من که خودش کلا کم آورد. البته که اینم ما نمیگیم، آمار جهانی هست و تا دلتون بخواد از این آمارها در مورد این شخص و خاندانش وجود داره. اصلا بذارین چند نمونه از مواردی رو که به اصطلاح ملکه بالا کشیده براتون بگم. به علاوه اون 35 میلیارد دلار، 384 چمدان شامل جواهرات سلطنتی، شامل تاج‌های ملکه و شاه، اموال مخفی در بانک چیس منهتن، کاخ 10 میلیون فرانکی روز در سوئیس، گرانترین خانه در حومه لندن، ساختمان‌ها و باغ‌های اسلمانس انگلیس، گرانترین باغ در ناپل ایتالیا، باغ کاپری، قصر مجلل سنت موریس سوئیس معروف به پایتخت زمستانی شاه، جزیره 700 میلیون دلاری شاه در اسپانیا، ملک 1 میلیون پوندی واقع در مناطق راکی آمریکا. تازه دوستان یه نکته رو دقت کنین، این فقط مواردی هست که رسانه‌ای و علنی شده. حالا شما تصور کن که اینا چقدر دیگه در خفا از پول ایران بریز و بپاش کردن و واسه خودشون برداشتن. و اینجاست که باید عرض کنم همه دزدان عالم باید بیان جلوی اینا واقعا لنگ بندازن. با پول و ثروتی که این خاندان و فک و فامیلاشون از مملکت دزدیدن میشد چند تا کشور با تمام زیر مجموعه‌هاش خرید. دیگه هر کسی باشه وقتی یه گنج پیدا میکنه اونم به این بزرگی نمیتونه بهش پشت کنه. کاملا حق با شماست. حالا این موردم در مورد شاهنشاه آریامهر داشته باشیم. به اصطلاح ملکه پهلوی در خاطراتش میگه متاسفانه محمد رضا در برابر دختران مطلایی تسلیم محض بود، همون بلوندا رو میگه. یه بار که در جوانی با هواپیمای آلمانی مسافرت میکرد عاشق میهمانداران مطلایی هواپیمایی لوفتهانزا شده بود. همین مسئله موجب بدبختی محمد رضا شد و پولهای زیادی را صرف میهمانداران این شرکت هواپیمایی میکرد و یک قسمت از دربار مسئول دعوت و پذیرایی از این گونه میهمانان شده بود. دقت کنین دوستان، تمام این موارد رو ملکه پهلوی گفته و باید خدمتتون عرض کنم که عیاشی از صفت بارز محمد رضا پهلوی بود و 3 تا زن گرفت و 10 معشوقه داشت. و باید خدمتتون عرض کنم که داستان هوسرانی این شخص به همینجا ختم نمیشد. او در طول تحصیلش در مدرسه لروزه عاشق یکی از مستخدم‌های مدرسه شد و با کمک ارنست پرون او را به اتاقی بردند و با او ارتباط نامشروع برقرار کرد. دختره که بیچاره هم که قربانی هوسرانی های محمد رضا شاه شده بود، با دریافت پول مجبور شد که هم بچه رو سخت کنه و هم از مدرسه بره. او بعد از طلاق با فوزی مکانی در تهران دست و پا کرد تا بتونه با زنان جوان و ناباب خلوت کنه. یکی دیگه از کسایی که شاه با او رابطه داشته پری قفاری بوده و از شاه حامله هم شده و او را مجبور کرده تا توسط پروفسور عدل سقط جنین کنه. پری قفاری در کتاب خاطراتش یکی از خصوصیات بارز شاه رو زنبارگی میدونه و نوشته دست از هرزگی بر نمی داشت و در تمام بزمهای شبانه با دریدگی به زنان و دختران چشم میدوخت و به بهانه های مختلف سعی میکرد با اونا تنها باشه. اینا رو گفتم که پس ذهنتون بمونه. خیلی ازتون ممنون و متشکرم که تا انتها با ما همراه بودین. دوستان لایک و سابسکرایب رو بزنین و از سرخط حمایت کنین و اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما واسه دوستاتونم بفرستینش. تا یه ویدیو یه دیگه در پناه حق باشین.